خب سلام خدمت آقای حسن پور عزیز، احوال شما؟ سلام خدمت شما آقای نقی‌زاده، خوشحالم در خدمت شما هستم. بفرمایید. آقای حسن پور، اول خودتون رو معرفی بکنید و شما بیشتر آشنا بشیم. من محمود حسن پور هستم، عضویت علمی دانشگاه مازندران، دکترای مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه، تقریبا از سال 90 هم عضویت علمی دانشگاه مازندران هستم، دو گروه گردشگری، مدیریت گردشگری. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. من فقط برای اطمینان خودم میپرسم، ما رشته گردشگری و مدیریت گردشگری جدان تو کارشناسی یا اینکه با هم هن؟ نه سابقا، یعنی از اون ابتدای امر رشته گردشگری به عنوان رشته مدیریت گردشگری یا مدیریت جهانگردی بگم بهتره، توی دفترچه کنکور به عنوان رشته ثبت شده بود، ولی تو چند سال اخیر نمیدونم چه اتفاقی افتاد، دوستان توی وزارت علوم و اون شورای مربوطه تصمیم گرفتن که عنوان مدیریت رو از این رشته حذف بکنن، که به نظر من کار خیلی اشتباهی بوده. پس الان ما عملا یه رشته گردشگری داریم که احتمالا گرایش ارشد و دکتراش مدیریت گردشگری هستش، درسته؟ بله، مثلا توی کارشناسی ارشد رشته هایی مثل بازاریابی رو ما داریم، یا گرایش مثل بازاریابی و برنامه ریزی رو داریم که تو حوزه مدیریت هستن، حالا اکوتوریسم و اینجور چیزا هم که توی گروه علوم اجتماعی اونها هم دنبال میشن. خب حالا سر فرصت برسیم به گرایش ارشد، من اول این سوال رو بپرسم که هدف از این رشته، رشته گردشگری چیست و میخواد چه کارشناس و چه فرد رو تربیت بکنه در این 4 سالش؟ ببینید، اگه سرفصل‌های رشته گردشگری رو یه نگاهی بهش بندازیم، مثلا تو مقطع کارشناسی، حالا برای یک مقطع پایه اگر بخوایم لحاظ بکنیم، ببینیم که درسایی مثل مدیریت از تئوری‌های مدیریت گرفته تا بحث بازاریابی و اینها و اقتصاد، اگر اقتصاد رو هم تو حوزه مدیریت بگنجونیم، 3 درس اقتصاد، اینها رو شامل میشه. مثلا بحث تحقیق در عملیات که رشته، یعنی یک درس تو حوزه مدیریت تولیده، تا درسایی مثل زبان انگلیسی که تعداد قابل توجهی واحد زبان انگلیسی ما داریم، حوزه تخصصی و عمومی، و دروسی که مربوط به خاص گردشگری هستن، مثلا مثل جغرافیای گردشگری، تاریخ و فرهنگ و اینجور مسائل. در نتیجه رشته بین رشته‌ای که من فکر میکنم با توجه به سیلابسی که داره، تمرکزش روی تربیت کردن نیروهایی هستن که بتونن تو حوزه کسب و کار مدیریت کسب و کارهای گردشگری رو دنبال بکنن یا برنامه ریزی تو حوزه گردشگری رو دنبال بکنن. یک عرصش برمیگرده به مدیریت کسب و کارهای گردشگری و یک بخشش هم برمیگرده به بحث برنامه ریزی، مثل اون موضوعاتی که بچه ها در رشته برنامه ریزی شهری اینها دنبال میکنن. خب به اشتباه بعضی از دوستان وقتی که وارد رشته گردشگری میشن، مخصوصا این سوء تفاهم در ابتدای تاسیس رشته خیلی زیاد بود، فکر میکردن که وقتی که میانی رشته رو میخونن قرار دائما سفر بکنن، ولی واقعیت اینه که اینجا خیلی این اتفاق نمیفته، هرچند که این هم خود جای نقد داره، ولی عمدتا این یک بستریه برای آموختن اینکه چجوری با این رشته، با این خدمت به صورت کاملا حرفه‌ای برخورد بکنیم. و خیلی جالبه
من این دید رو از بچه های گردشگری نگرفته بودم، بخش مدیریتی رو بیشتر تو این فازن که تور لیدر باشیم، یعنی نه این رو من دیدم ازشون. نه تو هم میخوام بگم که این یک برداشت کاملا اشتباهه، کما اینکه اگر بخوان تور لیدر بشوند این رشته بهشون کمک میکنه، ولی اصلا نیازی نیست برای این قضیه بیان این دوره رو بگذرونن. حالا تو مقطع کارشناسی حداقل 4 سال زمان بگذرن. ببینید برای دوره تور لیدری شما میتونید یک از این دوره های کوتاه مدت 6 ماهه 9 ماهه که مؤسسات که دوره آزاد برگزار میکنن رو بگذرونید و اون مدرک رو دریافت کنید، حالا تور لیدری به زبان های مختلف یا تو حوزه های مختلف، تاریخی فرهنگی یا طبیعی، و در نهایت هم اون شغل رو دریافت کنید در صورت که حالا توانایی رو داشته باشید. و خیلی هم هستن که تور لیدر هستن ولی گردشگری نخوندن، رشته های دیگه دارن، یعنی تحصیل کردن ممکنه زبان خونده باشن یا حتی تاریخ جغرافیا، رشته های مرتبط یا حتی غیر مرتبط، صرفا به واسطه علاقه شون اومدن. و میخوام بگم که برای تور لیدری اصلا نیاز نیست بیان دانشگاه رشته مدیریت گردشگری بخونن. من فکر میکنم که باید یه مقداری بزرگتر به این قضیه نگاه بکنم. خب حالا بریم سراغ گرایش ارشد و دکترا. به همون در حد حالا نام بردن صرفا کافیه، بگید که چه گرایش های ارشدی داره، یک دور حالا مرور کنیم و دکترا هم بعدش دیگه خودتون بگید. خب کارشناسی که گرایش نداره، ما رشته کارشناسی جهانگردی رو داریم که همینجا این سوال به وجود میاد، یعنی چی جهانگردی؟ این اون حذف عنوان مدیریت دقیقا این خلأ رو اینجا ایجاد کرده. یا جهانگردی یه رشته است، یا مدیریتش یه رشته است، یا برنامه‌ریزیش یک رشته است، یا اقتصاد گردشگری یه رشته است. که حالا این جهانگردی هم خودش مسئله است، می‌کنم بهترین واژه‌ای که میتونیم براش استفاده بکنیم گردشگریه. تو مقطع کارشناسی ارشد ما در گروه مدیریت دو تا گرایش بازاریابی و برنامه ریزی رو داریم که اینا حدودا 5-6 تا درس با هم دیگه اختلاف دارن، یعنی مواقعشون سرپستاشون یکیه. و خارج از این هم در رشته علوم اجتماعی ما برنامه ریزی گردشگری رو داریم، در گروه جغرافیا اکوتوریسم رو داریم، تا اونجا که من خاطرم هست ما این 4 تا رو داریم. به علاوه این که در مقطع دکتری هم ما مدیریت گردشگری رو داریم که اونجا هم فکر میکنم که ما گردشگری فرهنگی رو داریم، گردشگری و اقتصاد رو داریم، اقتصاد گردشگری رو داریم و بازاریابی به گردشگری. حالا دانشگاهی هم که دارن دانشگاه تهران، حالا اگه کمک میکنه، دانشگاه علامه طباطبایی که اول دانشگاهی بودش که تو مقطع کارشناسی حالا به بالا و از جمله دکتری این رشته رو آورد، دانشگاه علم و فرهنگ که دانشگاه غیر انتفاعیه، و امسال هم که دانشگاه مازندران تو مقطع کارشناسی دکتری دانشجو جذب میکنه. خب بریم سراغ اصل مطلب که بازار کار. بازار کار این رشته چطوریه؟ واقعیت رو بگید، تریبون هم دیگه سوالم محدود نمی کنم، هر آنچه که میدانید واقعیتش رو بگید. خب ببینید اساسا بازار کار رشته های مختلف تو سالهای اخیر توی ایران خیلی محدود شده. خب میبینید که ما این مسئله مهاجرت رو توی اغلب رشته ها داریم، از جمله رشته گردشگری هم همینطور، بچه ها میرن دانشگاه های مختلف خارج از ایران درس میخونن. ولی یک موضوعی که وجود داره، من همیشه به دانشجوها میگم که رشته ای که ما داریم، یعنی رشته بالا مدیریت گردشگری، من این عنوان مدیریت هست هیچ وقت ازش حذف نمیکنم، علاوه این که توی عنوان رشته هست شده و انشالله تلاش میکنیم که برش گردونیم.
به دوستان میگم که شما رشته ای رو دارید میخونی که تو حوزه بیزینس به نظر من، حالا درسته سرفصلاش مثلا مثل ام بی ای نیست یا مثل مدیریت صنعتی خیلی مدیریتی نیست یا مثل مدیریت بازرگانی خیلی بازرگانی نیست، ولی با توجه ورودی که ایجاد میکنه برای رشته مدیریت و سرفصلایی که داره، شما باید این رو به صورت یک رشته تو حوزه مدیریت بهش نگاه بکنید و اگر که ابزارهای لازم برای این قضیه رو داشته باشید برای موفقیت این رشته رو، ابزارهای مدرن منظورمه، شما میتونید تو این حوزه موفق عمل بکنید. من چون خودم علاوه بر این که حالا تدریس بکنم تو حوزه کسب و کار گردشگری کارآفرینیش هم فعال هستم، همیشه چالش نیروی انسانی کارآمد نه تحصیل کرده فارغ التحصیل رو داشتیم. یعنی من به بچه ها میگم که به جرات میتونم بگم اگر شما 3-4 تا مهارت مشخص که براشون نام میبرم، میگم اگر شما اینا رو داشته باشید به هیچ عنوان بیکار نمیمونید. و ما تو همین صنعت گردشگری دانشجوهای فارغ التحصیل هایی رو داریم که بسیار موفق هستن. اونا کسایی بودن که به این رشته علاقه داشتن و اون مهارت‌های لازم رو به دست آوردن. مهارت‌هایی که بازار نیاز داره. اینه کلامتون. ببین یکی از مهم‌ترین مثلا بستگی داره که شما حوزه‌تون رو چجوری انتخاب می‌کنید، چی انتخاب می‌کنید. فرض بگیرید حالا من این حوزه کسب و کار سفر که مد نظر خودم واسه بیشتر روش کار می‌کنم، اگر بخوام مثال بزنم برای شما، مثلا یکی از موضوعاتی که وجود داره بحث خود زبان انگلیسی یا یه زبان دوم. مثلا شما اگه میخوای راهنمای تور هم بشوید، اگر یک راهنمای توری باشید که علاوه بر این که حالا اون مفاهیم مربوط به راهنمایی تور، این که حالا چجوری راهنمای خوب باشیم رو دنبال بکنید یا چجوری مثلا در تور مدیریت بحران داشته باشید و غیره رو لحاظ بکنیم، شما اگر یه قدر باشید که مهارت ارتباطی خوبی داشته باشید و در ضمن این که اون علوم مربوط به گردشگری تاریخ و جغرافی اینا رو هم خوب بشناسید و مهارت‌های ارتباطی خوبی داشته باشید، شما تو حوزه راهنمایی تور آدم موفقی هستید. من خب با راهنمایان تور کار میکنم، بعضا برای تورایی که تنظیم میکنیم راهنما استخدام میکنیم همراه تور هستن. مشخصه خب بعضیشون وقتی باشون تماس میگیرید دائما مشغول هستن، یعنی کار دارن سر تور هستن، ولی بعضی هم هستن که اینجوری نیستن. مثلا ممکنه طرف برای شما رزومه بفرسته که من 10 سال سابقه دارم، کارت راهنمایی دارم، ولی حاضرم مثلا با شما همکاری بکنم. و مشخصه که وقتی رزومه آدم نگاه میکنه میبینی که خیلی تجربه کاری نداره، علی‌رغم اینکه 10 سال از زمانی که کارت گرفته میگذره. خب چرا این اتفاق میفته؟ من احساس میکنم که وقتی شما به عنوان یک آدم متخصص کسی که قراره که یک بخشی از مشتریات رو در اختیارش قرار بدی که ببره اون محصول رو بهش ارائه بکنه که اون تجربه سفر هست، اگر اون توانمندی لازم داشته باشی بخش خصوصی دیگه مثل بخش عمومی نیستش که شما بگی با ارتباط و رابطه و اونجور چیزا این اتفاق افتاده. اون بر مبنای توانمندی شما این کار انجام میده. یه مثال دیگه بر شما بزنم، ما توی ایران تعداد راهنمایان کارتدار زبان چینیمون بسیار محدوده. اینجوری که من شنیده ما حدود 10-12 نفر راهنمای چینی زبان دارای کارت داریم. خب یه راهنمای انگلیسی زبان دستمزدش دستمزد تعرفه‌ایه که حالا انجمن تعریف میکنه براشون، مثلا الان حالا روزی 1 میلیون تومان فرض بگیرید، ولی راهنمای چینی زمان روزی $100 از شما مطالبه میکنه برای اینکه همراه اون تور باشه. تازه اگر وقت بکنه و بتونید شما اون آدم رو باش ارتباط بگیرید. همین قاعده مثلا برای راهنمای کره زبان هست، برای روسی زبان تا حدودی هست، برای اسپانیولیا یه مقدار کمتره، فرانسوی ذره کمتره، انگلیسی ها دیگه خیلی عمومی میشه. اگه انگلیسی هم ندونید که دیگه تو تورای ورودی نمیتونید کار بکنید، صرفا رو تورای داخلی میتونید کار بکنید. اینه که خدمت شما میگم که به دست آوردن اون مهارت ها خیلی مهمه. مثلا تو حوزه کسب و کار، حالا راه اندازی کسب و کار، شما اگر بازاریابی رو بدونید، اگر که بازاریابی دیجیتال رو بدونید، ابزارهاش رو آشنایی داشته باشید، به راحتی میتونید کار بکنید، به راحتی.
یعنی وقتی که شما به عنوان یک کارشناس گردشگری بازار میشناسید، مشتری ها رو میشناسید، ابزارهای تحلیل کسب و کار رو میشناسید، میتونید کسب و کار رو اندازی بکنید، میتونید کسب و کار مدیریت بکنید، این میشه وجه تمایز شما با دیگران. من واقعیتش توی بازار صنعت گردشگری عمده دانشجوهایی که دیدم کسایی هستن که تمرکزشون رو واحدهای درسی بوده بدون اینکه بخوان توان خودشون رو بیرون از دانشگاه ارتقا بدن، و این نتون رشته گردشگری، توی مابقی رشته ها من فکر میکنم که همینجوری باشه و خودشون توی این چارچوب محدود کردن. آخه مسئله که هست این اساتید که توی دانشگاه هستن این شکلیه که تمرکز رو میبرن سمت نمره. یعنی الان ما خودمون درگیری داریم، من به عنوان دانشجو ارشد هنوزم درگیری نمره دارم که من کارمو دارم، زندگیمو دارم، عملا ارشد واسه من الان تموم شده به عنوان ترم چهاری آخرین واحدامه و هیچی به من اضافه نمیه، هرچی نیاز داشتم و گرفتم دارم توی کارم استفاده میکنم ازشون، ولی باز استاد اهرم نمره رو هی داره با من چیز میکنه، این بر اون بر میکنه که نه من نمره تو کم میکنم، 12 میدم یا 12 افتادم برای کسی که نمیدونن. ما اینجوری درگیری داریم، برای اینکه نیفتم که ارشد طول نکشه مجبورم یه وقتی بذارم، وگرنه الان مثلا خود من هر چی نیاز داشتم رو گرفتم از این رشته و الان اضافه کارم عملا. و کارشناسی ها بدترن، حالا من کارشناسی گذروندم به قول من یه پیرم بیشتر پاره کردم، بعد دانشجوی کارشناسی استرس نمره است کلا، فکر میکنه آیندهش به این نمره وابسته است. نمیدونم ادیت میکنید این محتوهاتون رو جنون رقیزاده یا نه؟ بله ببین، من فکر میکنم این مقدار بردن فضای بحثمون به سمت این که اساتید روی نمره تمرکز بکنن اینا شاید کمی چالشی باشه، ولی حالا کلا میگم هر جوری خواستید شما ویرایش بکنید. ما یه سوء تفاهمی برامون وجود داره بین وقتی که دانشجو هستیم و وقتی که از اون مسیر عبور میکنیم میریم وارد بازار کار میشه. خب من خودم هم وقتی که دانشجو بودم همیشه این نقدار میکردم، من یادم میاد که ما هم کلاسی ها مینشستیم مثلا میگفتیم من نمرم اینجوری باید میشد ولی اینجوری نشد، این استاد به من کم داد یا این استاد خیلی روی نمره تمرکز کرد. ولی وقتی از اونجا میای بیرون فاصله میگیری میبینی اینا تو فضای کار اینا حل شده است. و اتفاقا حالا نمیخوام بگم شما از خاطبه کلاسی که میگذرونی نتیجه خوبی میگیری، ولی وقتی که برمیگردید به گذشته نگاه میکنید یعنی درسی که خوندید خیلی بیراه نبوده، کما اینکه من واقعا به کارآمدی سیستم آموزشیمون واقعا انتقاد دارم. ولی همیشه به بچه‌ها میگم، من خودم آدمی هستم که وقتی که کارشناسی رو داشتم میگذروندم اواخر دوره کارشناسیم رفتم دوره مدیریت فنی بند ب آژانس‌های خدمات مسافرتی رو هم گذروندم، یه دوره 4 ماهه بودش که شما باید میگذاروندی مثلا یک سرتیفیکیتی به شما میدادن بر اساس اون میتونستی مدیر فنی آژانس مسافرتی، مثل مدیر فنی داره خونه یه آدم متخصصی که تو آژانس مسافرتی روی تورا و اینها نظارت داره. خب من وقتی که اونجا رفتم، خب این فکر میکنم سال 83 82 اینا بود اگر اشتباه نکنم، وقتی که تا قبل از اینکه سران کلاس ها برم فکر میکردم که بابا این دانشگاه به ما چیزی یاد نمیده و اینا، ولی وقتی اونجا رفتم متوجه شدم تفاوت منی که تقریبا کارشناسی رو واداش رو تموم کرده بودم با بقیه ای که از رشته‌های دیگه اومده بودن و حتی طرف سابقه کار تو آژانس داشت یعنی کار میکرد چی بود. خب من از نظر تجربی با اونی که فرض بگیری آژانس مسافرتی داشت یا تو آژانس کار میکرد خیلی متفاوت بودیم، ولی درک من از صنعت گردشگری نه من و من نوعی منظورمه نسبت به اون طرف دیگه که این تحصیلات رو نداشت این سرپس رو نداشت خیلی متفاوت بود. و فکر میکنم که این مقطع کارشناسی ارشد میباید این فضای ذهنی رو برای دانشجو ایجاد بکنه که دانشجو بتونه تو این صنعت مسیرش رو پیدا بکنه. یقینا شما حتی قبل از دانشگاه هم که برگردید خیلی از دروسی که حتی استادای خیلی خوبی هم داشتی
یادت رفته، فرمولا رو یادت رفته، مفاهیم و تئوری ها رو یادت رفته، یعنی توی خودآگاه ذهنت نیست، ولی این تو بزنگاه های زندگی شما، توی بزنگاه های کاریتون به شما کمک میکنه. یعنی اینا عملا الگوی ذهنی ما رو ساخته. حالا میخوام بگم که این چالش هایی که شما فرمودید وجود داره ها، اینا نفی نمی کنم، ولی اونقدر نبایستی پررنگشون بکنیم. ما سیستم آموزش عالی مشکل داری یقینا، نمره محور، نمیدونم مقاله محور، حالا این مقدار کم رنگ تر شده، سیلابس درسیمون قدیمیه. مثلا ما هنوز هم مفاهیم بازاریابی، هم مفاهیم مدیریت وقتی که توی درس ها میگذرونیمشون هنوز برای 20 سال 30 سال 40 سال پیشه، در صورتی که الان دنیا از اینا عبور کرده، از خیلی از اینا. اصلا من به بچه ها میگم که ما نیاز داریم اینجا سرپرست بازاریابی دیجیتال داشته باشیم. چند سال پیش میگفتم بعد درسی مثل کارآفرینی داشته باشه، حالا تو رشته گردشگری اینو آوردیم. دوره که من خوندم درس کارآفرینی نبود، ولی الان بچه‌های کارشناسی وقتی میان میخوان دوره رو بگذرونن درسی دارن به نام کارآفرینی. و یه نکته اساسی که وجود داره اینه که امروز با توجه به تکنولوژیایی که وجود داره، با توجه به پلتفرمایی که وجود داره، چه آفلاین چه آنلاین، شما میتونی خودت رو ارتقا بدی. یعنی میتونی دوره های کوتاه مدت رو بگذرونی، میتونی کارگاه های آموزشی رو بگذرونی. شما برای فرض بگیری یک موضوع خیلی ساده، میری یک پلتفرم مثل فرادرس نگاه میکنی، میبینی 20 تا استاد اومدن راجع به همون یه مورد خاص یک دوره رو آنلاین یا آفلاین معرفی کردن، و شما میتونی با یه مبلغ خیلی کم اون رو تهیه بکنی و بشینی بخونی. حتی ممکنه اون مطلب از اون مطالبی که من سر کلاس میگم خیلی مفیدتر، ارزشمندتر و بروزتر باشه. در نتیجه من میگم درشون نباید خودشون محدود بکنن به سرپسلای دانشگاهی و اساتید دانشگاهی، کما اینکه اونجا یقینا خیلی بهشون کمک میکنه روی الگوهای ذهنیشون، کمک میکنه به اینکه چجوری مسیرشون دنبال بکنن، ولی خب نقصایی هم داره یقینا. این کلن این شکلیه که درس ها مهمن، خوبن، ولی مثلا میره این سمت که استاد میگه جزوه منو بخونید. البته بگم الان اینطوری ها، من قبلن رو نمیدونم، یعنی مثلا از دوران خودم به بعد رو مطمئنم این شکلیه که تمرکز رو جزوه است، در حالی که شما رفرنس بخونی خب قاعدتا خیلی بهتره. فواید رفرنس خوندن رو من واقعا با یه اپیزود پر بکنم، زن دید آدم باز میشه. ولی خب تو کلاس این شکلی که شما نهایتاً بخوای رفرنس بخونی 15 میشه. اون کسی که کل کارشناسیش رفرنس خوند، الان هم داره رفرنس میخونه، میگم 15 تهش، یعنی به خاطر نمره نیست این خوندنه، بعد برای خود درسه بخون. حالا بگذاریم از این بحث، بحثش خیلی زیاده. مهارت و اخلاقیات و اخلاقیات رو گفتید، دیگه نمیپرسم. بحث مهاجرت رو دوست دارم بدونم که مهاجرت کاری و تحصیلی با این رشته چطوری، چه اطلاعاتی داری؟ مثلا خوب با کدوم میشه رفت، چه جوری و اینا؟ والا اخیرا که خب دانشجوهای ما خیلی رفتن دانشگاه‌های خارجی، از دپارتمان‌های خیلی معتبر و تخصصی مثل دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ گرفته تا کشورهای مختلف مثل استرالیا، مثل امریکا، کانادا، ایتالیا، فرانسه. اینها الان هم به خاطر شرایط موجود متاسفانه خیلی از دانشجو مهاجرت میکنن، فضا هم براش هست، ولی خیلی هم کار انجام میدن. با توجه به نمونه هایی که رفتن مهاجرت کردن به نظر نمیرسه که کار خیلی سختی باشه. اون سر دنیا به چیزی که توجه میکنن اینه که شما بتونی تلاشت رو نشون بدی و توانایی ارتباط گرفتن. من با یکی از دوستانم که ایشون هیئت علمی دانشگاهی توی امریکا هستن صحبت میکردن در مورد همین موضوع، اتفاقا میگفتش که تز ما اینجا اینه که تو
بلد باش با ما ارتباط بگیری، منظور مثلا بحث زبان انگلیسی و ارتباطات و اینجور چیزاست، و تلاشت نشون بده ما اینجا از تو یک پژوهشگر یا یک آدمی که مناسب بازار کار باشه میسازیم. فکر میکنم که اونجا این تحول رو به این شکل دنبال کردم و اون نمره، نه صرف نمره، بلکه این که نشون میده که شما بر اساس اون نمره ها آدم پرتلاشی بودید حائز اهمیت. یعنی ممکنه که شما نمرت هم کم باشه ولی جای دیگه بتونی نشون بدی که آدم پرتلاش و آدم توامندی هستی. مثلا دانشجویی بودش که پذیرش گرفته الان و خیلی جالبه که ترم اولش به خاطر حالی بیماری که داشت نمراتش تقریبا مشروط بود و من تعجب کردم که این پذیرش از یک دانشجوی گرفت و داستان اینجوری که رفته توضیح کرده، گفت آقا من جم مشکل داشتم، بیماری داشتم، اون ترم نتونستم درس بخونم ولی ترمای بعدی نمرم اینجوری بوده، این کارا رو انجام دادم و اونها هم اینو پذیرفتن و بهش حالا یه فاندی هم داده بودن. خب و به عنوان سوال آخر، اگر خودتون الان برگردید به عنوان یک دانشجوی تازه وارد به دانشگاه، وارد دانشگاه بشید، با اطلاعاتی که الان دارید بعد از این همه سال استادی و هیئت علمی و دانشجو بودن، چی کار میکنید چی کار نمیکنید؟ یعنی چه توی چه تلهایی نمیافتید، چه جاهایی رو سعی میکنید از زودتر انجام بدید به نسبت سری قبل؟ خب اول میخوام برگردم یک خاطره ای از یک معلمی در مقطع دبیرستان خدمت شما بگم. ما یه معلمی داشتیم آقای محسنی، هم ناظم ما بود هم معلم ادبیات ما بود. ایشون خیلی شخصیت کاریزماتیک خیلی فوق‌العاده ای داشت و خیلی توی آینده من تاثیرگذار بود. ایشون گفتش که شما حتی اگر ادبیات خونده باشه، رشته که خودش خونده بود، این حد کلمه رو حتی خیلی تاکید داشت، میگم حتی اگر ادبیات خونده باشید ولی به رشتهتون علاقه داشته باشید موفق میشید. این حتی رو از اون بابت نگفت که شأن ادبیات رو بیاره پایین، از اون بابت داشت میگفتش که یعنی اگر که شما مثل من مثلا ادبیات خونده باشید که یک رشته یه که خب خیلی نظریه و شما این رو علاقه داشته باشید میتونید آدم موفقی، و خودش آدم موفقی بود واقعا. ما خیلی از آدمایی میبینیم که تو رشته هایی که بعضا عموم مردم، عموم کسایی که تو اون رشته درس خوندن موفق نیستن، ولی یک آدمایی هستن که تو زمینه به واسطه علاقهشون، به واسطه پشتکارشون موفق شدن. مثلا باستانشناس موفقیه، گردشگری خونده آدم موفقیه، و همه هم قرار نیستش که جز اون 5% اول باشن، تاپ 5 های اول باشن یا تاپ 10 های اول باشن. اما این به این معنی نیستش که شما نمیتونی اونجا رو به دست بیاری. من فکر میکنم که تو دنیای امروز این مسیری که ما بایستی بریم همینه، یعنی تلاشه. و من اون موقع علارغم این که یک سال دانشگاه تهران درس میخوندم، همونقع یاد این دوستام میافتادم و معلم هم میافتادم، علارغم این که رشته خوبی هم میخوندم دانشگاه تهران بود، ولی این یک سال رو پشت سر گذاشتم، همه رو گذاشتم کنار، دنیای سوختش کردم، رفتم تغییر رشته دادم، رشته گردشگری رو خوندم و الان من شخصا بسیار راضی هستم. اما خیلی خیلی از دانشجوهایی میبینم که نمرات خیلی خوبی داشتن، هم کلاسی های من بودن ولی خانه‌دار شدن، ولی رفتن یه شغل دیگه انتخاب کردن. ولی من شاگرد خیلی تاپی نبودم توی کلاس، اما مطمئنن علاقمند این رشته بودم. نمیخوام بگم آدم موفقی هستم، ولی چیزی که وجود داره اینه که تو اینجایی که هستم احساس رضایت میکنم و فکر میکنم که اگر دوباره میخواستم برگردم این مسیر رو طی بکنم، یقینا دوباره گردشگری رو میخوندم، اما یه سری اشتباهاتی که قبلا داشتم رو تکرار نمیکردم. مثلا اینکه وقت بیشتری میذاشتم برای اینکه مهارت‌های مورد نیاز رو به دست بیارم، یقینا اگر این اتفاق می افتاد میتونستم مسیرم رو بهتر برم. و من خیلی روی این موضوع مهارت های نرم و مهارت های سخت خیلی تاکید دارم.
خب خیلی هم عالی، من واقعا ممنونم ازتون. اپیزود این واقعا دوشم سنگینی میکرد، واقعا واسه هم زیاد بود این اپیزود، چون هیچ کس حاضر نبود، شما رو واقعا با دعا و دخیل بستن من پیدا کردم. تشکر میکنم از اینکه احساس مسئولیت کردید، اومدید وقت گذاشتید، بعد کلاس هم بود میدونم خسته بودید. در حد یه دقیقه، دقیقه و نیم، اگر فهم میکنید صحبتی جا مونده، نیاز به تاکید مجدد داره یا هر چیزی، بگید و بعدش راههای ارتباطیتون رو بگید اگر دوست دارید کسی با شما ارتباطی بگیره، و بعدش هم دیگه من از حضورتون مرخص شم. من دانشگاه مازندران هستم، گروه مدیریت گردشگری. حالا اگر دوستان سوالی داشته باشن، حالا بعضی از دوستان در مورد کنکور میپرسن، من واقعیتش سالهاست از کنکور فاصله گرفتم، نه در مورد سرفصلاش میدونم که چی امتحان میگیرن خیلی زیاد، نه اینکه چی بخونم، منابع و اینا رو به روز نیستم تو این زمینه، در نتیجه نمیتونم کمک بکنم. اما اگر تو حوزه کارآفرینی سوالی داشتن در مورد کسب و کار، حوزه گردشگری سوالی داشتن، میتونن ایمیل بدن یا حالا راه ارتباطی دیگه ای که وجود داره استفاده بکنم. من یقینا کوتاهی نمی کنم و باز هم تاکید میکنم که اینکه خودشون با توامند بکنن. اگر کسی میخواد نتیجه بگیره، یقینا نیازمند اینه که توامند باشه، و به جرئت میتونم بگم که صنعت گردشگری ما به شدت به شدت به شدت نیازمند آدمایی هستش که بتونه مشکلات صنعت و کسب و کار مرتفع بکنه. خیلی ممنونم ازتون. حالا من بازم باهاتون در ارتباط هستم برای گرفتن یکی دو مورد کاور یوتیوب و این ماجره ها، ولی خب تا اون موقع دم شما گرم. خدا نگهدارتون.